اگر انگیزه نباشه در نیروهای مسلح در قدم اول، آموزش نباشه در قدم دوم، تجهیزات کافی نباشه در قدم سوم و دولت قدرتمندی نتونه نیروهای مسلح رو پشتیبانی کنه، هم از لحاظ پشتیبانی هایی که نیروهای مسلح از لحاظ لوجستیکی و از لحاظ تأمین مسائل مالی مورد نیاز نیروهای مسلح و هم در صحنه بین المللی، در مواقف بین المللی که بتونه به خوبی از نیروی مسلح ما در سطح جهان به خوبی حراست کنه، حفاظت کنه و حمایت کنه. امروز دولت جمهوری اسلامی ایران در خدمت ملت ایران و در خدمت نیروهای مسلحه. این که ما امروز شاهد آن هستیم که علارغم 3.5 سال جنگ تحمیلی اقتصادی که هر کشور دیگری بود به زانو در می آمد، ملت ما سروقامت ایستاده، دولت ما با همه توان مقاومت میکنه و تونسته نیازهای ضروری مردم و نیازهای ضروری نیروهای مسلح رو تامین کنه و علارغم دوران تحریم و کرونا با هم که در تاریخ ایران بی‌نظیر بوده، این دولت قدرتمند و توانمند در کنار مردم غیور با رهبری رهبر معظم انقلاب، اون رهبر فرهیخته و شجاع، امروز می‌بینیم که در طول این مدت با همه این سختی و مشکلات دست از توسعه و تقویت نیروهای مسلح بر نداشته.